موسیقی اونه که دارن تو خیابون راه میرن، در واقع قبل از تیر خوردنش. و افراد دیگه ای داریم که اونجا ایستادن و این همون جاییه که اون کمی دورترش کشته میشه. نه اینجا، ولی جلوتر. آقا سلطان دختر بسیار خوبی بود، شاگرد بسیار خوب، با استعداد، انسانی مثبت، مثبت اندیش. آخر ما ساعت 4 بعد از ظهر برای شرکت در تظاهرات به خیابون کارگر رفتیم و در ساعت 6:10 این اتفاق افتاد. یک بار رفتیم توی تظاهرات، بعد برگشتیم، راه ها بسته بود، مجددا رفتیم خیابون کارگر، مجبور شدیم که برای دفعه دوم برگردیم. دفعه دوم رفتیم یه نیم ساعتی بودیم، دفعه آخر که می‌خواستیم برگردیم سوار ماشین بشیم، در فاصله 50 متری اتومبیل یک تیر شلیک شد. آرش حجازی، پزشکی که تلاش کرد یکی از کشته شدگان نارامی‌های اخیر تهران را از مرگ نجات دهد، در گفتگویی با بی بی سی از آخرین لحظات زندگی او گفت: ما خیابون خسروی رو تا انتها رفتیم و رسیدیم به خیابون کارگر، جایی که مردم جمع شده بودند و چندی متر پایین‌تر، حدود 50 متر پایین‌تر، پلیس‌های ضد شورش با موتورسیکلت‌هاشون ایستاده بودن و مردم رو عقب می‌روندن. ندا هم در میان اون مردم بود. ما و می‌دیدیمش مرتب در تمام این مدت، ما ایشون رو می‌دیدیم. استاد حالتون چطوره؟ هوای سلام. حال شما خوبه؟ امروز می‌خوام برم کاروان. Are you a doctor? Real doctor? آرش؟ راستش گفتم که مدارکش رو میخوام، همه مدارک دانشکده پزشکیشو. به هر حال مطابق چیزی که به من گفته شده به دانشگاه پزشکی رفت. سلام، حالتون چطوره؟ سلام، من پناهی هست. سلام، مجید، یکم این نورا رو کمتر کن، نور مستقیم. Do you recognize him? شما ایشونو میشناسی؟ من یک بار توی تلویزیون شما رو دیدم، چند روز بعدش. استاد شما چطور؟ آیا آخوندزاده رو دیدی؟ نه، این دفعه اولی که من ایشونو میبینم. میخوام به چند تا عکس نگاه کنی. این عکس، این عکس. Do you see anybody? اینجا کسی رو که بشناسی می‌بینی؟ Do you know anyone? این شما ایده؟ بله، من هستم. اینم که آقای جزیه. این هم آقای جزیه اینجا. پیرهن سفید. یه عکس از نزدیک‌تر حالا. این آقای جزیه، اینم که شما این دیگاره. خیابون خیلی شلوغ شده بود. ما دیدیم مردم زیاد وایسادن و دارن نگاه میکنن تای امیرآباد، در توی این خیابون تای امیرآباد نگاه میکنن. خب ترافیک ماشین هم بود و ماشین هم وایساده بودن. وقتی که ما به تقاطع صالحی و خسروی رسیدیم همه چیز آروم بود، فقط ترافیک بود. ما تصمیم گرفتیم بریم ببینیم چیه. دیدین که مردم به این طرف بدون؟ سر مثلا صالحی نه، ولی قبلش که گفتم اونجایی که آتش روشن بود. چرا ما با هم دیگه رفتیم از همین کنار پیاده رو، اونجا وایساده بودیم. یه لحظه صدای دو تا فالت مثلا فشفشه بود، صدای دو تا مثلا ترقه بودی، همچین صدایی شنیدیم. میگه شما در تمام مدت با هم که رفتین بیرون همه مدت رو با هم دیگه نبودیم؟ شما برای چه مدتی ندیدینش؟ من وقتی که از روی ندا آقا سلطان بلند شد، من بهش گفتم چی شد؟ گفت دختر مردم رو کشتنش. استاد لطفا میتونید بهش بگید که آرش چطور خودش رو به شما معرفی کرد؟ گفت من رزیدنت جراحی قلب هستم، دست تو اینجوری بذار روی
سینش که اول خودش دست رو گذاشت اون مردی که زخم میبود. نه من اصلا فکر نمی کنم همچین حرفی بزنه آقای اجازی، چون همیشه میگم من یه پزشکم. گفت من رزیدنت جراحی قلب هستم. دقیقا من یادم جمله، دستتون رو باید اینجوری بذارین توی این محل که محل زخم که جلوی خون ریزی رو بگیره. نمیدونم، شاید منم اصلا چی نمیتونم بگم. آرش به بی بی سی گفته که ندا تو خیابون بوده. اما استاد میخوام چیزی رو که به من گفتی به ایشونم بگید درباره اینکه دستتون رو گرفته بود. نه مرد بود، من گفتم تون گفته بودم دست منو بگیر، دست من توی دستش بود، یعنی با دست راستش دست چپ منو گرفته بود. نمیدونم چرا آیه جدی بلند شده، اصلا نمیدونم. امروز اومدیم بیمارستان دکتر شریعتی. اینجا بیمارستانی که ندا رو اون روز اینجا آورده. من اون روز در واقع چیف رزیدنت بیهوشی بودم. من داخل بیمارستان بودم، اتاق عمل قلب. اورژانس بیمارستان شریعتی به عنوان رزیدنت قلب کشیک داشتم. من کشیک بودم، تو اورژانس بودم، مشغول مریضامون بودیم که یه نفر اومد به من اول اومدن این مریض رو خبر داد، یعنی سراغ رزیدنت جراحی رو گرفت که من جلو رفتم گفت مریض داریم، گفتم خب مریضتون رو بیارید. چند تا ترومای همزمان اومدن، حالا ترومای متعدد، چند تا گانشات هم توش بود، ایشون هم همزمان با اون اومدن. ندا کی مرد توی این بیمارستان مرد؟ چون اونا فکر میکنن اون قبل از رسیدن به بیمارستان مرده. اینجا اولین جاییه که ندا رو آوردن. اونا آوردن اینجا. Yes. And if it's necessary to bring the patient to the operating room from here, patient will be transferred. دوباره به این تصویر نگاه میکنیم، به این دو نفر. معلم موسیقیش که اصلا چشم ازش بر نمیداره و این یکی. Is it that he can't stand? این واقعا نمیتونه چیزایی رو که میبینه تحمل کنه و همزمان دستش رو روی نقطه حساس بذاره. برای اون جالبه که داره اطرافش رو نگاه میکنه و این زمانیه که بعدش دیگه دکتر رو نمیبینه. خب بعد از اینکه ندا زیر دست من فوت کرد، من متوجه شدم که دیگه کاری از دستم برنمیاد. من بلند شدم، ایستادم و در یک حالت شوک یه مقداری عقبتر رفتم و از دور نظاری گرشتم، چون عملا دیگه کاری از دستم بر نمی اومد. اغلب مردم میگن عباس همون مرد بسیجی مسئول این اتفاق بوده، چون خب دقیقا تو همون روز توی اون محدود حضور داشته. مردم یک شخصی رو دستگیر کردن که فریاد میزد که من نمیخواستم بکشمش. خیلی طول کشید تا تونستیم قراره این ملاقات رو بذاریم. امیدوارم همه چیز خوب پیش بره. بگید چرا از ماسک استفاده میکنی؟ به دلیل اینکه این کارتای منو تو سایت چاپ کردن اینا و آدرس خونه منو همینجور و شماره تلفن خونه منو همینجور، و باعث شد که من از این ماسک استفاده بکنم تا بتونم که تو بین مردم بتونم زندگی بکنم. بهش بگید من مستندی درباره ندا درست میکنم و شنیدم خب اون بهترین دوست ندا بوده، به همین دلیل میخوام باش حرف بزنم. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم و متشکرم که با من دیدار کردیم. این گروه منه، اونا همه با من هستن. میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ با من اینجام. خب نه من الان اینجا مون مشکلی نیست. Just a glass, just a glass. واقعی پناهی هم شما مثل اینکه ایشون صحبت کرده بودن. آه استاد. ها؟ استاد پناهی بله. Yes. شما استادو میشناسی کاملا؟ بله تقریبا. اتفاق که اصلا آدم نمیدونه که یه اتفاق میفته. ولی خب برای همه سواله که این چرا این اتفاق افتاد. این چیزیه که منم میخوام بدونم. میدونستی که ندا اون روز میخواست بره تظاهرات؟ من ساعت 3:30 باهاش صحبت کردم، 3:30 همون روز. ولی گفت کارتم هم خدافظ. اولا چرا ندا؟ چرا 2 ساعت بعدش باید رو سایت باشه؟ چرا مثلا به طور اتفاقی بوده که یه دکتر بار سرش بوده؟ ولی برای منم سوال بوده که چرا به این سرعت پخش شده؟ چرا جهانی شده؟ چرا خیلی این چرا؟ خیلی چرا هست. This is این ماکانه. ماکان که نامزدش بوده. اون میگه ندا جایی کشته شده که با درگیری ها فاصله داشته و متاسفانه این نیروهای بسیجی بودن که این کارو کردن.
اون اونجا درباره گلوله، جایی که گلوله برخورد کرده و اینکه چطوری وارد شده صحبت میکنه. خب به نظر میاد که اطلاعات زیادی داره که اولا دوست دارم بدونم که این همه اطلاعات رو از کجا آورده. اینا نبود، اینا واقعیتش نیست. آقای کاسپیان اونجا توی تور بودن که اومدن، یعنی ما دیدیمشون. این مدت مطمئنی که اولین بار بود ندا کاسپیان رو میدید؟ 100% مطمئنه. من هم شنیدم که رفته از ایران، ولی نه اینکه به ترسه که میخوام باهاش کاری بکنم. چرا؟ از ترس بوده یا چیز دیگه میتونه باشه؟ شاید از آخه ترس. چرا؟ مگه الان آقای پناهی نیست؟ This is the picture of نداست. ندا. We have this picture. این عکس رو داریم که گویا از ندا. و این عکس. بذارید کمی نزدیک‌تر بیارم. ما عکس مختلفی داریم، عکسایی از این مال تایمز لندن.